بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، دوستان خوب ما، بینندگان محترم برنامه روشنا در هر کجا که هستید، انشالله صحتمند و سلامت باشیم و یک قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم و انشالله تا نهایت برنامه همراه ما باشید. چون چهارشنبه دیگه مهمان ما کارشناس محترم خانم شرفی علیزاده هستن، اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار سلام. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. هر جایی که هستین انشالله جور صحتمند باشین و در پناه خداوند خوش و خورم. برنامه های گذشته که در خدمت شما بودیم موضوعش تعلیم و تربیت زیربنای توسعه بود. اگر که یک مختصر در مورد برنامه گذشته توضیح بدین تشکر می‌کنم. بله، موضوع کلی ما تعلیم و تربیت زیربنای توسعه. چرا زیربنای توسعه؟ چون که تعلیم و تربیت باعث رشد یک جامعه میشه، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اجتماعی، چه در زمینه فرهنگی، سیاسی و کلی جهات در بر میگیره و میتونه باعث توسعه یک کشور شود. برای همین میگوییم که آموزش و پرورش یا نظام تعلیم و تربیت میشه زیربنای توسعه یک کشور میتونه باشه. چرا که رشد یک کشور، توسعه یک کشور در زمینه‌ها و جهات مختلف بستگی داره به اون نظام تعلیم و تربیت کشور. هر کشوری که نظام تعلیم و تربیت قوی داشته باشه، مدرن داشته باشه، پیشرفته داشته باشه و امکانات آموزشی قوی داشته باشه، کشورش رو به پیشرفت، رو به رشد و توسعه پیدا میکنه. و ما میخوایم به این برنامه قصد داریم چند نمونه از کشورهایی که توسعه پیدا کرده به وسیله آموزش و پرورش را ایرا نام ببریم. قبل از اینکه موضوع امروز را بگوید و در مورد او صحبت بکنیم، بینندگان عزیز و محترم فراموش نکنید که قسمت های گذشته برنامه الان با این موضوع هفت قسمت در خدمت کارشناس محترم خانم شرفی علیزاده بودیم و امروز قسمت آخر و قسمت هشتم این سلسله موضوعات است که بررسی میشه. قسمت های گذشته رو میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، انشالله استفاده بکنید. از طریق دیگر فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات هم برنامه موجود هست و میتونید ببینید، نظرات خودتون رو برای ما بگذارید و همچنان اگر که کدام نظر، انتقاد و یا پیشنهاد و یا کدام موضوعی که به نظر شما میرسه که بهتر است در او زمینه بحث و بررسی و گفتگو شود، حتما برای از ما او را مطرح بکنید و قطعا با تک تک نظرات شما عزیزان در برنامه پاسخ داده خواهد شد و بررسی خواهد شد. انشاءالله برای بهبود برنامه از نظرات شما عزیزان و محترمان استفاده خواهیم کرد. و همچنان شماره تماسی که زیرنویس میشه، شما همین الان هم میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید و نام برنامه روشنا و اگر کارشناس خاصی مد نظرتون است نام کارشناس را هم ذکر بکنید، سوالی که مورد نظر شما است انشاءالله در همین برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. خب در خدمت شما هستیم خانم علیزاده. پیشرفت کرده به وسیله آموزش پرورش، توسعه پیدا کرده و جز کشورهای صنعتی مدرن و پیشرفته در دنیای امروز مطرح را بیان کنیم که چگونه آموزش پرورش باعث توسعه اونها شده و در پایین برنامه هم بررسی میکنیم نظام تعلیم تربیت افغانستان را و کمی از مشکلات و راهکارها پیشنهاداتی برای حل مشکلات انشالله بیان میکنیم. به طور کلی آموزش و پرورش در دنیا به دو قسم اداره میشه، یک قسمش متمرکز، یک قسمش نامتمرکز یا غیر متمرکز. یعنی چی متمرکز؟ کشورهایی که نظام تعلیم تربیت اونها به طور مستقیم از طرف دولت اداره میشه، معلم تعیین میشه، نظارت میشه، تالیف کتب درسی، توزیع کتب درسی، محتوای کتب درسی و کلی از این مسائل، امکانات آموزشی کلیش بر عهده دولت هست، میشه یک نظام متمرکز، یک نظام آموزشی متمرکز مثل کشور افغانستان، مثل کشور ایران، مثل پاکستان و بسیار از کشورهای اروپایی هم حتی به صورت متمرکز اداره میشه. یعنی دولت مستقیم نظارت داره و تهیه امکانات آموزشی، تهیه معلمان، کتب درسی به عهده دولت است. خب و سیستم طوری هست که
کلیگی مناطق یک کشور، کلیگی شهرها و روستاهای یک کشور از همون یک سیستم پیروی میکنه. تعطیلات طبق برنامه های دولت هست و معاش معلم ها و همچنین که نوع محتوایی که درس میده در کلیگی نقاط یک کشور یکی هست. خب باز یک سیستم دیگه داریم، نامتمرکز یا غیر متمرکز. در بعضی از کشورهای اروپایی و یا حتی آسیای دور مثل استرالیا یا آلمان رو در نظر بگیرین، این رقم کشورها یک نظام غیر متمرکز داره، به این صورت که به صورت ایالتی اداره میشه. مثلا یک ایالت که مخصوص به خود است، حال در سر افغانستان اگه مثال بزنیم، مثلا ایالت فاریاب یا هرات یا کابل، برنامه مخصوص به خود داره که محتوای درسی رو همون ایالت تعیین میکنه. که یعنی بستگی به نوع سیستم اداری بله. و سیاسی و کشور که آیا داره. فدرالی است یا متمرکز است، ریاستی است و اینها بله. نظام آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت هم متفاوت بله. که هر کس به هر ایالتی برای خود برنامه مخصوص به خود داره، تعطیلات مخصوص به خود داره، محتوای درسی مخصوص به خود داره و باز هم به طور کلی زیر نظر دولت هست، ولی اختیارات تام داره در این زمینه که خودش در چه قسم برنامه ریزی داشته باشه. به نظر شما کدام یک از این دو سیستم موفق تر عمل میکنه و یا که آمارها چی میگن؟ خب زمانی که یک جامعه یک رنگ شده باشه، یعنی ما دیگه نرخ بی سوادی نداشته باشیم در جامعه، سیستم نامتمرکز میتونه موفق باشه. چرا که رقابت ایجاد میشه بین ایالت ها، یعنی هر ایالت تلاش میکنه که اون نظام آموزش پرورش مخصوص به ایالت خود توسعه بده و از روش های نوین و متد جدید استفاده کنه، معلم های خود قوی تر کنه، یک رقابت ایجاد میشه بین ایالت ها و در کل باعث توسعه نظام آموزش پرورش در کشور میشه. ولی در کشورهایی که اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی پراکنده است در کشور، مثل کشور ما، خب نمیتونه این سیستم جوابگو باشه. برای همین که یک رنگ باشه کل جامعه و هنوز نرخ بی سوادی داریم و برای اینکه یک پارچه کنیم فرهنگ خود، یک پارچه کنیم زبان، یک پارچه کنیم عنعنات، خب احتیاج به نظر مرکز شما باشه. یک پارچه کردن اصلا امکان پذیر است؟ یا مثلا ما چیزی که به ذهن ما میرسه، مثلا در یک کشور که موقعیت جغرافیایی متفاوت است، یک بخش از کشور بیابانی باشه، یک بخش از کشور کوهستانی باشه، اگر متمرکز باشه، خب آموزش هایی که داده میشه چطور میتونه باشه؟ خب به ذهن ما میرسه که او اطفالی که در قسمت کوهستانی هستن باید ساعت درسی متفاوت داشته باشن از اونایی که در بیابانی هستن، باید که سال تحصیلیشان، نصاب درسیشان حتی متفاوت باشه از اونها. یا بسته به مذهب فکر نمی کنید که ای که غیر متمرکز باشه بهتر است؟ یا بسته به فرهنگی که مردم دارن چه چیزی را می طلبه؟ یا حتی آب و هوا نمیتونه تأثیر گذار باشه؟ تأثیر گذار هست. وضعیت جغرافیایی که مناطق داره، یک کسی که در مرز است و کسی که در داخل پایتخت است یا کسی که در مناطق روستایی و کوهستانی زندگی میکنه، قطعا لحاظ آب و هوایی و جغرافیایی متفاوت هست. ولی اگر ما بیاییم همین نظام غیر متمرکز در کشورهایی که هنوز به صورت فرهنگ یک پارچه نداره و یا زبان یک پارچه نداره پیاده کنیم، این بسیار سخت جواب میده. چرا که امکانات بسیار زیادی رو میطلبه و نیروهای متخصصی که برای هر، مثلا ممکن ما اگر میره پیاده کنیم در کشور، خب نیروی متمرکز و متخصص ما متمرکز در کابل، خب مناطق روستایی چی میشه؟ و یه مناطق مرزی های کسی اونجا هم میتونی خدمت کنن نیست. ولی اگر در دست دولت باشه، دولت مجبور میکنه که این معلمایی که کار تازه وارد سیستم شده و تازه کار است به قول معروف، و حداقل اجباری است که مثلا 4 سال 5 سال باید در مناطق محروم خدمت کنه تا وارد شهر بشه، باید مثلا چند سالی رو در روستا خدمت کنه تا شام رسمی شوه. خب او ایالتی که مسئول هسته، چون شما فرمودید که غیر متمرکز به صورت ایالتی هسته، خب او ایالت خودش بالاخره مسئولیتی داره و خب گفتیم در صورتی که نرخ بی سوادی نباشه در جامعه ما نمیتونه جواب بده، چون که ما هنوز بسیار مشکلات عمده تر از این را داریم. یک جامعه پیشرفته مثل آلمان که خب نرخ بی سوادی نداره و یک جامعه مدرن هست و او فرهنگ مردمی را میپذیره و خود مردم شریک هستن برای توسعه نظام آموزشی خود، بس سرمایه گذاری میکنن و خرج میکنن بر اطفال خود. خب مثلا الان در کشور از ما در سالهای گذشته ما بالاخره نظام متمرکز داشتیم، خب هیچ
وقت به این وجه نبود که تمام در تمام نقاط کشور به صورت مساوی این امکانات تقسیم شده باشه. خب برای چی بسیاری زیاد از جوان ها و نوجوان های ما به کابل می آمدن از ولایت های مرکزی و از ولایت های محروم برای ادامه تحصیل بدن؟ خب برای خاطر بود که امکانات نبود. پس بله نظام درسته. متمرکز نه ببینین کارساز در این زمینه نبودن. ببین اگر نامتمرکز کنه او ایالات دور افتاده قدرت توانایی یک اداره نظام آموزش پرورش مربوط به خود را نداره، در جامعه ما نداره اساس. چون امکانات نداره. ببین الان تحصیل رایگان فدرال آلمان، خب اصلا اول که همه تحصیل کرده نبودن، یا مثلا خب. کشور اینو برمیگردیم سوئد استرالیا، اینا همه اصلا خب. اول که تحصیل کرده نبودن. ان شاء الله اینو بس میکنیم که چگونه خیلی از کشورهایی که پیشرفته نبودن روی در کل یک دولت و سیاست و او هزینه و بودجه کلان را برای آموزش پرورش خود ایجاد کرده، خرج کرده که اکنون به اینجا رسیده و جز کشورهای خب توسعه یافته است. میان برنامه خواهیم داشت. این زمینه مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. بینندگان عزیز و محترم، اگر شما کدام سوال از کارشناس محترم دارید، همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماسی که زیرنویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوال خود را پرسان بکنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد ومحمد المهدي صلوات الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين. سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. شما همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده روشنان از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع تعلیم و تربیت زیربنای توسعه و بررسی مشکلات نظام تعلیم و تربیت افغانستان. خب خانم علیزاده، شما در مورد انواع نظام های آموزشی بله. صحبت کردید، متمرکز و غیر متمرکز، و مزایا و معایب هر کدام رو توضیح میدید. در خدمتتون بله. خب گذشته این که به چه صورت در کشور اداره میشه، ما کشورهایی داریم که برتر هستن در نظام تعلیم و تربیت و باعث شدن که خوب بدرخشن و به بنای بر اون هم کشورشان توسعه پیدا کرده. این ده کشور اول دنیا که نظام تعلیم تربیت در رأس قرار داره، خدمت شما عرض کردن که یک رتبه یک کره جنوبی به ترتیب که نام میبرن، بعد از او ژاپن، بعد از او سنگاپور، بعد از او چین، فنلاند، بریتانیا، کانادا، هلند، ایرلند، لهستان. ده کشوری هستند که رتبه های برتر بین المللی را دانش آموزان کشورها کسب می کنند و خب همینطور که دوستان عزیز که آشنایی دارن، جزء کشورهای توسعه یافته هستند. کلیگی از اینا کشورهای صنعتی هستند که با کمک آموزش پرورش خود به این جایگاه رسیدن. آیا اینا از اول توسعه یافته بودن؟ آیا از اول صنعتی بودن؟ خیر، همین را ما میخواییم بررسی کنیم که چی رقم به اینجا رسیدن. خب وقتی میخواییم یک نظام تعلیم تربیه یک کشوری را برآورد کنن که آیا رتبه بندی کنن، بر سه آزمون است. یک آزمون است که خواندن و نوشتن، سواد عمومی یک کشور، بله. نرخ بیسوادی یک کشور را بررسی میکنن. یک آزمونی هست که علوم و ریاضیات دانش آموزان کشور را بررسی میکنن که به اوتیمیز میگن، و یک آزمونی هست که اون رتبه های بین المللی که دانش آموزان و کشور کسب کردن در در مسابقات بین المللی، در اولمپیاد، بله همه اینها در اولمپیاد های بین المللی کسب کردن، همه اینها لحاظ میشه و رتبه بندی میشه بر اساس اون که آموزش پرورشی کشور چگونه عمل کردی داشته، موفق بوده و چند درصد پیشرفت داشته. خب در رأس این ها ما اول کره جنوبی رو میبینیم که رتبه یک رو داره. خب کره جنوبی چی رقم بوده؟ آیا از اول یک نظام پخته و یک سرآمد بوده یا نه به اینجا رسیده، و یا یک کشور توسعه یافته بوده یا خیر؟
ببینید در قدیم که ژاپن بیشتر افرادی که تحصیل کرده بودن در کره جنوبی ژاپنی ها بودن، یعنی وقتی که ژاپنی ها میان کره جنوبی را ترک میکنن و از اونجا خارج میشن بعد از این دوری که استقلال پیدا میکنن، 78% مردم کره جنوبی سواد بودن. ببینیم یعنی با رفتن ژاپنی ها که بیشتر متخصصین بودن در اون کشور، عملا یک کشور 100 سال پیش بله عملا یک کشور فقیر بی سواد بودن که مانده بودن چی بکنن به قول معروف. ولی خب مردم اون کشور و در رأس اون سران اون کشور به این نتیجه رسیدن که اگر میخواهن یک کشور خود نجات بدن و به پیشرفت برسن، کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه روی نظام تعلیم تربیت خود کوشش کنن. خب همینطور که میدونن مردم کره جنوبی یک مردم سختگیر و قانونمندی هم هستن، پس بنابراین اومدن یک نظام تعلیم تربیت بسیار قوی مدرن را برنامه ریزی کردن و سر اطفال خودی را اجرا کردن و بیشترین ساعات روز را هم اختصاص دادن به تعلیم تربیت. یعنی یک دانش آموز در کره جنوبی 14 ساعت داخل مدرسه است. بالاترین ساعتی که در دنیا در جهان دانش آموز در مدرسه قرار دارد در کره جنوبی است. جدا از این که بسیار سخت منضبط و سخت کوش هم هستن، در کل فرهنگی که دارن مردم سخت کوشی هستن و توانستن به این ترتیب که تک رقم جهان رو کسب کنن در زمینه آموزش. نیازمند نیست که خب دولت هزینه بسیار سنگین هم متقبل. ببینیم بعد ما گفتیم دیگه همین تاریخچه رو که خدمت شما عرض میکنیم، به همین خاطر است که دولت به این نتیجه رسیده که تنها راه نجات کشور اینه که در درجه اول یک تحولی در نظام آموزش پرورش خود ایجاد کنه، مدرن کنه، بروز کنه، همزمان با نیازهای جامعه خود. خب این رقم هم فقر زدایی میشه، هم کشور توسعه پیدا میکنه و هم آبادانی میشه و هم در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی در همه زمینه ها رشد میکنه و باعث شده که یک کشور توسعه یافته شود. خب بعد از اون ما میریم ژاپن رو بررسی میکنیم. خب ژاپن چه رقم باید از اول همی رقم بودن؟ نه ببینین قبل از جنگ جهانی دوم رئیس جمهور ژاپن بسیار در این نتیجه میرسه و بسیار اهمیت میده به نظام تعلیم تربیه خود و طوری که میاد افرادی را میفرسته در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل دانمارک که بره بررسی کنه که امونا چه قسم نظام تعلیم تربیه داره و به قول معروف در مدارس خود چی میگن، چی تدریس میکنن، چی رقم اداره میشه مدارس اونها. و وقتی که اونها برمیگردن از اون کشورها بررسی میکنن، میبینن، نتیجه گیری میکنن، خب به اونها دستور میده که یک نظام قوی مدرن که تطبیق داشته باشه با فرهنگ ژاپنی ها ایجاد کنه برای کشور ژاپن. همین امر باعث میشه که یک نظام قوی و مدرن و توأم و برگرفته از فرهنگ خود مردم ژاپن در ژاپن دایر بشه و باعث میشه که این کشور جزو کشورهای توسعه یافته باشه. این رقم نیست که ما بگیم که ژاپن از اول همین رقم بودن، نه بسیار در گذشته و تاریخ رو بخونیم خب بی سوادی داشته، فقر داشته و خیلی مشکلات اجتماعی بسیار زیادی داشته. و رئیس جمهور ژاپن در اون وقت کسی بوده که گفته بعد از نان آنچه مهم است بر ملت ما سواد است، آموزش پرورش است. یعنی که بعد از نان شب چی؟ سواد آموزش پرورش است. و به خاطر همین هست که تمام هم و غم و بودجه و تخصص و زمان خود گذاشته روی نظام تعلیم تربیت کشور و این راه حل نجات کشور شده. ببینین ما این تاریخچه رو به این خاطر عرض میکنیم که ببینین که چگونه کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که اکنون ما مشاهده میکنیم جزء کشورهای موفق دنیا هستن و حرفی برای گفتن دارن، اینها از اولین گونه نبودن. خانم علیزاده، کشورهایی هستن که از لحاظ منابع طبیعی در سطح بسیار بالایی هم نیستن. دقیقاً. نفت و گاز و دیگه زمین کشاورزی و زمین ندارن. حتی زمین کشاورزی به اون صورت نداره. و جالبه که در سیستم ژاپن کنار اون که حالا به زبان انگلیسی ریاضیات علوم تاکید میکنه، به اخلاق گردن بسیار تاکید میکنه. جالب است که خدمتشون بگیم که اگر یک دانش آموزی در ژاپن کدام مشکل ایجاد کنه، کدام بی‌ادبی داشته باشه یا کدام بالاخره مشکلی در ایجاد کنه، او معلم از او و حتی کادر آموزشی او مدرسه موظف است که از سران خود عذرخواهی کنه. چه
چرا؟ به این خاطر که اگر دانش آموز مشکلی داشته و باعث ایجاد یک اختلال شده، مقصر و معلمی است که رو خوب تربیت نکرده، مقصر اون مدیری هست که چطور نظارت نداشته. پس اینا هم موظف است که عذر خواهی کنن. پس ببینید چقدر منظم حساس هستن که و بسیار هم به اخلاقیات اهمیت میده. اون چی که فرهنگ خود ژاپن هست، اون چی که در بین خودشان مرسوم هست، هم بسیار تاکید داره که در مدارس هم همو تدریس شه. و برای همین است که ما ببینین ژاپنی ها رو یک انسان های منظمی میبینیم، وقت شناس میبینیم، سخت کوش میبینیم و بسیار اون آداب اجتماعی که مخصوص به خود دارن رو حتما باید رعایت کنن، چرا که از کودکی آموخته شده اینها به طور رسمی در مدارس آموخته شده و اجرا شده سر از اینا که جزء شخصیت اونها شده. خب بعد از ژاپن ما میرسیم به کشور دیگه ای که باز هم جزء کشورهای برتر هست در زمینه تعلیم تربیت، سنگاپور. وقت داریم که خدمت شما عرض کنم؟ بله بفهمید. سنگاپور در مدت 50 سالی که بوده یک جزیره تقریبا فقیری بوده و روش چندانی نداشته، از طرف منابع طبیعی هم به اون صورت نداشته، چون که از کشور مالزی جدا میشه و استقلال پیدا میکنه. خب رئیس جمهورش باز میاد همین مطلب میرسه که تنها راه غلبه بر مشکلاتیه که نظام تعلیم و تربیت خوده قوی کنه. پس بنابراین دنبال همین میره و نظام تعلیم تربیت را قوی میکنه و بسیار رتبه های برتر علمی دنیا را بسیار از دانش آموزان سنگاپور کسب کرده و این باعث شده که هم کشور توسعه پیدا کنه و هم جزء کشورهای سرآمد در زمینه تعلیم و تربیت باشه. پس با یک بیان دیگه خانم حلزاده میشه گفت که ای که میگویم که تعلیم و تربیت زیربنای توسعه کشور هاست کاملا صحیح میتونه باشه. بله. یک کشوری که هیچ منابعی هم نداره، مشکلات هم داره، با یک برنامه‌ریزی درست برای تعلیم و تربیت در نهایت مثل کشور سنگاپور در کمتر از 50 سال تبدیل به یک کشور توسعه یافته میشه، یا کشورهای مثل ژاپن که تا از صفر شروع میکنه بعد از جنگ جهانی دوم و آسیبی که میبینه. بله. تمام کشور تخریب میشه، از صفر شروع میکنه و یک کشور مدرن تبدیل میشه. و باز کشورهایی داریم که خب منابع طبیعی بسیار زیاد دارن، نفت، گاز، زمینهای کشاورزی، تاریخ غنی، ملت خوب، ملت. ولی در نهایت به خاطر نظام آموزش و پرورش ناکارآمدی که وجود داره کشورها، همچنان که افغانستان متاسفانه، افغانستان به همین صورت است. بله، مثلا کشور فنلاند رو داریم که بعد از اینکه جدا میشه از فروپاشی شوروی میشه، خب بسیار آسیب میبینه و یک کشوری خب که هست که منابع طبیعی هم به اون صورت نداره. ولی امروزه خب نامش در سرآمد کشورهایی هست که تعلیم تربیت بسیار قوی داره و بسیاری از اساتید در دنیا برای اینکه اساتید خود تعلیم تربیت بده میفرسته به فنلاند که اونا چه قسم درس میده، چه رقم برنامه ریزی داره و بسیار رتبه های برتر علمی را در دنیا دانش آموزان فنلاند کسب کرده که واقعا هم باعث افتخار اون کشور هست و هم باعث توسعه اون کشور شده و واقعا مشکل در این زمینه نداره. خب اینا تاریخچه بود از کشورهایی که واقعا اهمیت داده در نظام تعلیم تربیت. مثلا همین فنلاند، مجون وقتی معلم ابتدایی خوده کمتر از کارشناسی ارشد یا ماستری علما نمیگذاره، یعنی معلم در پایین ترین سطح که اول ابتدایی را درس میده باید حتما ماستری داشته باشه و حتما باید روانشناسی کودک را بلد باشه. این اهمیتی است که بی خود نشده، یعنی ما بگیم اینا یک شبه در این راه است، نه. خب من خب پس در همین زمینه خانم علیزاده بعد از میان برنامه مفصل‌تر در همین زمینه صحبت بکنیم. ما که میگیم که اینا یک نظام آموزش پرورش درست و معیاری را بنا کردن و را جدی گرفتن، خب چه کار کردن که نظام آموزش پرورششون تانست که ملت را شکوفا بکنه و چه درس‌هایی از این کشورها ما میتونیم انشالله بگیریم؟ خب بینندگان عزیز و محترم، اگر شما کدام سواد از کارشناس و محترم دارید، همین الان هم میتونید که از طریق شماره تلفنی که زیر نویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید، سوالات خود را برای از ما روان بکنید. انشالله سعی میشه در همین برنامه از ایشان سوالات رو پرسان کنیم و پاسخ هم بگیریم. بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. Oh.
بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه خودتان، برنامه زنده روشناسی تلویزیون جهانی هادی. تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتان را دنبال میکنید. انشاءالله که تا نهایت برنامه هم ما را همراهی بکنید. ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با موضوع بررسی مشکلات نظام تعلیم و تربیت افغانستان و مقایسه اون با چند کشور. در خدمت شما هستم. خب اگر بپردازیم به نظام تعلیم تربیت افغانستان، گذشته تاریخچه‌ای که داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی که داشته این کشور و سالها جنگ و درگیری که داشته، متاسفانه خب نظام تعلیم تربیت قوی نداره. بله. و قطعاً سالها جنگ، سالها درگیری‌های داخلی باعث شده که حتی ضعیف‌تر بشه و بسیار صدمات جبران ناپذیر را پیدا کرده. بسیار از اساتید ما، معلمان ما، نخبگان ما از کشور ما خارج شده و این صدمات جبران ناپذیر است که باید میلیون ها افغانی و سال ها عمر انسان بگذره تا بتوانه او را جبران کنه. چون که وقتی یک کشوری که جنگ زده باشه، یک کشوری که فقیر باشه، یک کشوری که امنیت نداشته باشه، در درجه اول نخبگان و جامعه از اونجا خارج میشه و این بسیار یک ضرر کلونی است که در اون کشور وارد میشه. خب آنچه که میمانه خب قطعا یک نیروی کاری ضعیفی هستن و یا مردمی هستن که فقیرتر هستن، مردمی هستن که قطعا بیسوادتر هستن. خب اینها کمکی برای بهبود جامعه نمیتونه بکنه، چون کاری از دستشون بر نمیآید، تخصصشون نداره، توانمندیشون نداره و برای همین است که باز ما محتاج خارجی ها میشیم، محتاج بیگانگان میشیم که آنها بیاین بر ما کار تخصصی انجام بدن و قطعا آنها دنبال منافع خود هستن. درست. و کاری و بهبودی و توسعه در کشور ما ایجاد نمیکنه. در افغانستان هم طور که دوستای عزیز مطلع هستن، خب معمولا در فصل بهار سنفا آغاز میشه و در زمستان به علت کوهستانی بودن و کمبود منابع سوختی تعطیلی کشور است. ساعت کلاسی هم که تون میدونید از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر هست و مضامینی هم که تدریس میشه معمولا تاریخ، جغرافیا و حالا جدا از زبانی که تدریس میشه دری و پشتو، در سطح های بالاتر که وارد لیسه میشه کیمیا، فیزیک هم و او تدریس میشه. انتخاب رشته معمولا بعد از گرفتن دیپلم هست که وقتی که دانش آموزان میره وارد دانشگاه میشه و رشته مورد نظر خود با استفاده از رتبه‌ای که در کنکور کسب کرده پیدا میکنه و کسب میکنه. برخلاف ایران که بعد از سنف 9 انتخاب رشته میکنه، در افغانستان بعد از فارغ شدن از سنف 12 هست. خب مقدار کسب نمرات هم بر اساس 100 هست که حتما باید یک دانش آموز حداقل در سمستر اول 60 و در سمستر دوم 40 کسب کنه تا بتونه قبول شه و به سال بعدی رتبه بالاتری رو بیاره. خب حالا جدا از او که بگذاریم، در افغانستان متاسفانه خب همطور که گفتیم سالها جنگ، سالها مهاجره، سالها درگیری ها باعث شده که یک نظام تعلیم تربیت ضعیف، متاسفانه بسیار ضعیف، ناکارآمد و تقریبا معلولی داشته باشه، به طوری که مدارسی که در کشور ما حالا بیان شده، حالا درسته که آمار هم شاید درست نباشه به اون صورت، ولی خب 9000 مدرسه که گفته در کشور ما وجود داره، مکتب و لیسه که وجود داره، تنها 25% یا 25% این مدارس امکانات آموزشی مثل میز و صندلی و یا یک ساختمان آموزشی داره، ولی ببینین شما از 100% فقط 25% داره، بقیه یک امکانات آموزشی درست نداره. و در کنار مشکلات فرهنگی که وجود داره، من اخباری را خواندم در مورد مناطقی که حتی اگر هم امکانات باشه متاسفانه مردم پذیرا نیستند. بله. با آموزش را. بله متاسفانه هنوز هم منفجر میکنن، از بین میبرن به هر نحوی که شده. خب چون اون نگاه سنتی که دارن، نگاهی که متاسفانه برگرفته از فقر فرهنگی هست، یک نگاه مثبت نسبت به تعلیم و تربیت ندارن و متاسفانه خب در کشور ما هنوز پیدا میشن انسانهایی که این نگاه هم نسبت به تعلیم و تربیت داشته باشه و یا حتی نگاه جنسیتی داشته باشه. خب در افغانستان از کل معلمایی که تدریس میکنه 22% اعلام شده، 22% اینا توانایی تدریس دارن و یا اینکه رتبه علمی دارن، یعنی بقیه حتی رتبه علمی درستی که برای معلمی کارآمد باشن را ندارن.
یعنی عموما خانم علیزاده در مناطق محرومتر طبق شنیده ها و دیده های ما، یک نفر مثلا دست خودش در صنف 8 میخونه، در صنف 7 یا 6 تدریس میکنه. خب این میشه معلم ناکارآمد، معلمی که خودش رتبه علمی نداره، خودش هنوز نیاز به کسب علم و دانش داره، باز میایه خب صنف کم پایینتر خود درس میده. خب قطعا یک آموزش پرورش استانداردی نیست، یک آموزش پرورش بسیار ضعیف است و بسیار خب معاش های معلم ها کم است و باعث میشه که انگیزه ای برای پیشرفت شغلی و یا رضایت شغلی نداشته باشه، یعنی از شغل خود راضی نیست. قطعا فکر میکنه که یک کار دیگه حتما کنار معلمی خود داشته باشه تا امرار معاش شونه، بله تا روزش تر شه. پس در اولویت قرار نداره حرفه ازو، و چون در اولویت قرار نداره اهمیت هم داده نمیشه، انرژی هم نداره برای اینکه سر کلاس خود بتونه بهترین روش ها را تدریس کنه. البته استثنا میتونه باشه که خب افرادی هست که عاشق کار خود هست و دلسوزانه کار میکنه، ولی خب بسیار معدود است، بسیار تعدادش کم است. استثناءات نمیتونن در سطح کشور تاثیرگذار باشن. بله، و اینکه ما حتی در افغانستان متاسفانه تعلیم تربیتی ما برای معلولین نداریم، تعلیم تربیتی ما برای کودکان استثنایی نداریم، کودکانی که معلولیت دارن نمیتونن در مدارس عادی حاضر باشن، کودکانی که مشکلات ذهنی دارن ولی آموزش پذیر هستن، تعلیم پذیر هستن ولی هم سطح دیگران نیستن، نمیتونه وارد این مدارس همگانی شوه. متاسفانه برای خود مدارس جداگانه هم ندارن که این گونه کودکانی که معلم های مخصوص به خود میخواین بسیار زیاد خانم، بله. از کودکانی که هیچ مشکلی هم ندارن دسترسی به آموزش و پرورش. به طور کلی ما اگه در نظر بگیریم در سالهای اخیر با توجه به اینکه توسن به دادن، ولی باز هم آنچنان بیسوادی رونق داره در کشور ما که متاسفانه با همه این تغییر فضا و رغبت مردم ما به تعلیم تربیت، باز هم هنوز 50% کودکان ما محروم از سواد هستند. هنوز در مناطق روستایی، در بافت‌های کوهستانی کشور ما، در مناطق مرزی ما، هنوز کودکانی که حقشان از تعلیم تربیت پیدا کنند، کودکانی که حقشان است باسواد شدن، از این حق خود محروم هستند. نتیجهش چی میشه؟ خانواده هایی که علاقمند به ادامه تحصیل اطفال خود هستند، ناگزیر هستند به مهاجرت به شهرهای کلانتر یا به کشورهای همسایه. دقیقاً. و خب این فرهنگ ایجاد شده در کشور ما الحمدلله اواخر که مردم ما دریافتن که این همه بدبختی، مشکلات، تبعیض‌هایی که ایجاد میشه به خاطر جهل و بی‌سوادی است، و برای همین تلاش میکنه که اگر عمری از خودشان تیر شده و نمیتونن باسوادشان، حداقل اطفال خود از بحران نجات بدن. خود دست میزنن به مهاجرت یا میایم وارد شهرهای کلان، شهرها میشن وارد شهرها پایتخت میشه، و یا اینکه خارج میشه کشور به این خاطر که نسل بعدی خود از نعمت سواد محروم نمانن، چون واقعا دریافتن که ریشه خیلی از مشکلات بیسوادی است در کشور. متاسفانه خب ما نابرابری توزیع معلم، کتاب درسی، امکانات آموزشی را در افغانستان بسیار زیاد داریم. شاید در کابل، شاید در شهرهای کلانتر کم امکانات آموزشی باشه، ولی در مناطق روستایی، شهرهای دور افتاده، مناطق مرکزی و مرزها، معمولا شهرهای مرزی ما از این امکانات آموزشی بسیار بی بهره است. در شرایط خانم علیزاده چی پیشنهاد میکنید برای کشور ما؟ بله، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، سالن های ورزشی در مدارس کشور ما بسیار کم رنگ است. بله. خب کلی گرچه که از مشکلات بگیم کم نیست، متاسفانه بله، هرچی بله، بگیم بله، هست سر تا سر مشکل است. سر تا سر مشکل است. واقعا کشوری که خب چند دهه درگیر جنگ باشه، بیشتر از این از اون انتظار نمیتونیم داشته باشیم. خب امیدواریم که از این به بعد این کشور بتونه راهکارهایی داشته باشه برای توسعه خود و دست پیدا کنه به این نتیجه برسه که واقعا با توجه به تاریخی که خدمتش مرز کردیم که تنها راه نجات یک کشور، یک رنگ کردن او از بافتهای قومی، مذهبی، زبانی این هست که به نظام تعلیم تربیه خود توجه کنه. همینطور که ما چند کشور خدمت شما به عنوان مثال عرض کردیم، مثل ژاپن، کره و غیره، خب اینا کشورهایی بودن که شاید 100 سال پیش
150 سال پیش به این نتیجه رسیدن و ما باید از اونها درس بگیریم و واقعا بعد از این همه سالها فقر و بدبختی و جنگ به این نتیجه برسیم که بتوانیم در سایه تعلیم و تربیت کشور خود نجات پیدا بدیم. خب چی رقم نجات این چند راهکاری که خدمت شما بگم، یکی میتونه باشه که تربیت را همگانی کنیم، یک رایگان کنیم برای همه، چون واقعا همه مردم ما توانایی که اطفال خود در کورس خصوصی بفرستن ندارن، این را ما توجه داشته باشیم. و یکی دیگر این که امکانات آموزشی را عادلانه توزیع کنیم، کلی که در بعضی مناطق مخصوص نباشه، در کل کشور باشه، در کل افغانستان باشه، در روستاهای دور افتاده او باید مکتب دایر باشه، بچه‌های روستاها نباید به خاطر دوری و نداشتن مکتب از سواد خود محروم باشه. برابری اجتماعی، جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی در زمینه تعلیم و تربیت باشه. این رقم نباشه که خدای نکرده یک قومی فقط مخصوص تعلیم تربیت به او آسان باشه، راحت تر پیدا کنه، یک قومی دیگه به خاطر قومیت خود، به خاطر نژاد خود، به خاطر مذهب خود، به خاطر جنسیت خود محروم باشه از نعمت سواد. انشاءالله که نابرابری برداشته شود. و یکی دیگر این که واقعا تلاش و کوشش کنه که معلم های خود را باسواد کنند، چون وقتی ما یک نظام تعلیم و تربیت قوی میخوایم ایجاد کنیم، در درجه اول آنچه که وارد این سیستم میشه کتاب های آموزشی باید قوی باشه، مطالبی که تدریس میشه باید با روانشناسی کودک، با او سنی که کودک را چه در لیسه یاد میگیره یا در دوره ابتدا یاد میگیره باید فرق داشته باشه، باید متفاوت باشه، باید تطبیق داده شوه با روانشناسی و کودک و نوجوانی که در این مراکز تحصیل میکنه. من بسیار کتاب های افغانستان را دیده متاسفانه. خب وقتی کودک ابتدایی است و تازه اطفالی که وارد مدرسه میشه، مکتب میشه، خب کتاب های سیاسفید، کتاب هایی که عکس و تصویر متناسب با سن او کودک را نداره و مسائلی که مطرح میشه، مسائلی که مطرح میشه انتظاری قابل درک نیست برای کودک. خب با توجه به سنی که کودک داره در اون زمینه، رشد فکری که داره، خب یک رشد عملیاتی داره، یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که قابل لمس باشه رو درک میکنه، مطالب انتزاعی رو درک نمیکنه، تصاویری که در کتاب آورده میشه باید مطابق باشه. دوست فهمید مسائل و مشکلات افغانستان متاسفانه در این زمینه بسیار زیاد است و مسلماً با یک یا دو راهکار هم مسئله حل نمیشه و باید که دولت مردان ما در این زمینه جدی عمل بکنن، همچنان که مردم ما ضرورت تعلیم و تربیت را درک کردن واقعا. بله، بقیه نهادها هم انشاءالله این مسئله رو درک میکنند و ما امیدوار هستیم به امید خدا که یک روز مشکلات حل شد. انشاءالله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و محترم، از شما هم تشکر میکنم که ما را همراهی کردید و همراهی کارشناس محترم. از حضور شما مرخص میشیم، در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم